فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نشست در کابل میگوید که پیامش برای جهانیان در نشست ژنو این است که افغانستان و مهاجران و بجا شدگان این کشور را فراموش نکنند و در پشتیبانیشان نسبت به افغانستان متعهد بمانند. به گفته آقای گراندی، افغانستان هنوز بلندترین رقم پناهجویان و بجا شدگان داخلی و بزرگترین بحران آوارگی را در جهان دارد. به گفته او، شمار بیجا شدگان داخلی به دلیل ادامه نبردها در افغانستان به 4 میلیون رسیده است و تنها امسال 300 هزار تن بیجا شدند. در بسیاری موردها بیجا شدگان به دلیل تداوم ناامنی نمیتوانند به محلاتشان برگردند و در بخش ها و شهرهای امن و بزرگ مانند کابل و هرات جابجا میشوند. بنابراین نیاز است تا یک راه حل برای این بیجا شده ها پیدا شود. They will stay where they are. این مقام سازمان ملل متحد میگوید خشونت ها در 3 ماه گذشته افزایش داشته و سازمان ملل این دوره 3 ماه را خشن ترین دوره برای غیر نظامیان افغانستان به ثبت رسانده است. او هشدار میدهد که اگر خشونت ها ادامه یابند ممکن مشکل بشری در افغانستان بیشتر شود. Message that I will pass. پیام من به جهانیان در نشست ژنو این است که افغانستان را فراموش نکنند و در حمایتشان نسبت به افغانستان متعهد بمانند، زیرا مردم افغانستان به شمول میلیون ها بیجا شده به پشتیبانی بشری شما نیاز دارند. آقای گراندی خواهان حفظ دستاوردهای 2 دهه پسین در افغانستان است و میگوید دشوار خواهد بود تا راه حل برای افغانستان پیدا شود و نیز زمینه برای برگشت خودخواسته مهاجران به خانه فراهم شود اگر مذاکرات پیامدهای خوبی نداشته باشد. این مقام سازمان ملل متحد میگوید صلح زمینه برگشت مهاجران افغانستان را به کشورشان فراهم میکند. این مقام سازمان ملل از کشورهای ایران و پاکستان میخواهد حوصله‌مندیشان را حفظ کنند تا یک راه حل برای وضعیت ناامن افغانستان پیدا شود.